درود به همه شما دوستان خوبم هم. همراهان دوچ پرزش تیوی خیلی خوش اومدید به ویدیوی امروز که در ارتباط با رکورد شکنی گرانی و تورم در آلمان هست رکوردی که در رکورد که چه میشه گفت در از گرانی هستش که از 48 سال پیش تا کنون در آلمان بی سابقه بوده اداره آمار آلمان اطلاعاتی رو امروز منتشر کرده که با همدیگه این قسمت از اخبار رو مرور میکنیم لغت ها و گرامرش رو هم با همدیگه مرور میکنیم که به آموزش زبان آلمانی هم کمک بکنه همه درس ما رو هم درس آموزش آلمانی در DeutschPersichTV.com مرجع اصلی هستش میتونید همه درس رو اونجا به رایگان مشاهده بکنید گرانی در آلمان Teuerung در از کلمه آلمانی برای اینفلاسیون هستش یا همون تورم به نوعی. Inflation in Deutschland hat sich im Mai merklich beschleunigt. تورم در آلمان در ماه می به طور قابل ملاحظه‌ای شتاب پیدا کرد یعنی سرعت گرفت و خیلی در از بالا طرف منظوره. بشلوینگن یعنی شتاب گرفتن و مرکلیش یعنی چیزی که قابل توجهه چیزی که ملموسه وارن و دینس لیستونگن کستتن درشنتلیش 7,9% مر از این یا زفور وی دست شتاتیستش بندسامت ام منتاگ این این ارستن شتزون میتالته کالاها و خدمات قیمتشون به طور متوسط 7 ممیز 9 درصد بیشتر از سال قبل بوده همونطوری که اداره آمار اداره آمار آلمان در روز دوشنبه در اولین تخمین هایی که زده شده اعلام کرده اولین محاسباتی که انجام داده واقعا یعنی واقع یعنی کالا دوستان این اسم با فعلی که حرف اولش کوچیک نوشته میشه اشتباه نگیرید واقعا یعنی کالاها دینس لایسونگن به هر گونه خدمات گفته میشه یا خدماتی خدمات هایی که در افراد میگیرن کاستن اینجا گذشته است دوشنتلیش یعنی به طور متوسط 7.9% یعنی 7.9 درصد یعنی نزدیک 8 درصد میر آلز برای مقایسه استفاده میشه یعنی بیشتر از آن یا توفا یعنی در مقایسه سال قبل تیشه بوندس آمت هم اداره فدرال آمار و اطلاعات آل آلمان هستش که آمار رو منتشر می‌کنن. و شاید معنی های مختلفی داره معنی تخمین زدن گفته میشه محاسبه کردن حساب کتاب کردن بسته به جمله داره میتایلت هم گذشته میتایلن هستش یعنی اعلام کردن یک موضوعی دی انفلاسیونز liegt لیگت بای فاست 8 درصد ولچه دی هوکس استان سایت 1974 است و سی استایگت ایما ویتر نرخ تورم در حال حاضر تقریبا 8 درصده چیزی که بالاترین عدد هستش یا بالاترین منظور نرخ تورم هستش از سال 1974 تا کنون یعنی 38 سال شاید در 48 سال من زد میخوام و کماکان هم داره افزایش پیدا میکنه این مواهیت ها یعنی کماکان چیزی که همینجوری هی داره بالاتر و بالاتر میره اینفلاسیون زغاته در اصل مثل همون ریت انگلیسیه یعنی نرخ تورم و گرانی با که میگه فاست آخت یعنی تقریبا 8 درصده همون که بالاتر گفتیم 7 و 9 درصده که عدد روند بکنیم میشه 8 درصد هرکستنشتان یعنی بالاترین جایی که قرار گرفته عدد یعنی تورم 8 درصدی با که زایت اومده بعدش یه سال میاد یعنی از اون تاریخ تا کنون و اشتاگ ایما بایت هم هم گفتم یعنی هی داره میره بالا و بالاتر زوشتایگندی انرژی این مای اون آخنون رای سیش کمات سوم مونات و به گونه افزایش پیدا کرده قیمتهای انرژی در ماه مای تغییر 38 درصد بیشتر 38 درصد بوده در مقایسه با سال قبل همین ماه یاغس فو مو... یاغس مونات یعنی ماه ماهی که در سال قبل بوده همین ماهی که الان هستیم یعنی منظور 12 ماه قبل auch Nahrungsmittel verteuerten sich mit 11,1% überdurchschnittlich همچنین مواد غذایی هم گرانتر شدن 11 درصد ممیز یک به طور در از بالاتر از حد متوسط گرانی nt به مواد خوراکی و غذایی گفته میشه expertn gnf s inlatins fs z hoh blibnwood متخصصین این امر اعتقادشون بر این موضوع هستش که این فشار تورمی خیلی بالا باقی خواهد ماند یعنی یه مدت طولانی این تورم خواهد بود über durchschnittlich یعنی چیزی که متوسطه über durchschnittlich با یعنی بالاتر از حد متوسط بالاتر ارز کردم تورم الان 8 درصده منظور شده به فرض بنزین سی و... یا سوخت 38 درصد گرانتر شده یه چیزی کمتر شده که متوسط همه چیز رو 8 درصد هستش ولی اینجا اومده جزئیات رو گفته دافون آسکین همیشه برای ابراز نظر یا عقیده راجع به یک موضوعی استفاده میشه درس های غد رو که کار کردیم مشاهده بکنید همه اینا رو گرامر به اتفاقی آنسه توضیح دادم فون به فرکت اکنومن حتن نور میت 7,6% از یه سری اقتصاددان رویترز سوال کرده بوده که اونها حساب این رو کرده بودن که تورم 7.6 درصد خواهد بود الان میبینیم که نزدیک 8 درصد بوده نخ 7,4 درصد این اپریل بعد از اینکه در ماه اپریل این تورم 7 و 4 دهم درصد بوده seit در der russischen krieges gegen die ukraine vor drei monaten sind die energiepreise merklich gestiegen از زمان شروع حمله روسیه به اوکراین از سه ماه قبل که الان سه ماه شده تا این تاریخ البته قیمت های انرژی به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده بوده هینسو کامن لیفا انگ پس دوش اون تا بغخن لیفا آفگوند علاوه بر این کمبودها و محدودیت هایی که برای تحویل یا در اصل به نوعی در دست از قرار دادن همه مواد, مواد غذایی به طور مثالی هر گونه کالای مصرفی بوده از طریق این بوده که این زنجیره تحویل یا همون به بق... ب... توالمانیش میگن لیفاکت یعنی چیزی که اگه جای شروع میشه تا دست مشتری برسه این هیب قطع شده به دلیل پاندمی مشکل درش خورده برای همین مشکل تحویل کالا یا ارائه کردن خدمات وجود داره که اضافه شده بر اون موارد قبلی برای همین انقدر گرانی ها بیشتر شده لغتش رو هم یه نگاه بکنیم اکونومن به اقتصاددان ها گفته میشه میت etwas غشنن یعنی حساب یک موضوعی رو کردن زایت بگینده بقیه جمله یعنی از زمان آغاز یک موضوعی به بعد و آفگوند هم یعنی به دلیل و لیفا اینک و لیفا کتن هم ترجمه رو خدمتتون گفتم بله دوستان من همتون که ارز کردم تورم و گرانی در آلمان رکورد 48 ساله رو زده هیچ وقت حالا اینقدر گرونی تو آلمان نشده بوده که افزایش قیمت داشته باشه آیا شما هم این افزایش قیمت ها و گرانی رو حس کردید یا تو زندگیتون تأثیر گذار بوده اگر این گونه بوده تجربه خودتون رو تو کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید ممنونم از همراهیتون تا ویدیوهای بعد خداحافظ